با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. آذری جهرومی گفت ضرورت تحول بانکداری نوین برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند دیجیتال مهم است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیام تبریک 24مین سال تأسیس پست بانک به مدیران این بانک توصیه کرد با حمایت همه جانبه از نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تحول بانکداری نوین در قالب بانکداری دیجیتال برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند دیجیتال را در لوحه کار قرار دهند. محمد جواد آذری جهرومی در این پیام به مناسبت آغاز 24مین سال فعالیت پست بانک ایران اظهار داشت اقتصاد کشور بانک محور است و پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بزرگترین تامین کننده مالی خرد در حوزه روستا و نقاط کمبرخوردار در 23 سال گذشته کوشیده تا در تهیه و توسعه زیرساخت‌های مالی و بانکی در بخش روستایی نقش محوری ایفا کند و در سال‌های اخیر نیز همواره به عنوان حامی اصلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح بوده است. وی با تاکید به اینکه تغییر رویکرد و تمرکز این بانک در حوزه فناوری اطلاعات باعث گسترش خدمت رسانی در این بخش شده است، اضافه کرد همراهی با روند رو به رشد کشور در حوزه استارتاپ ها و فعالیت های نوآورانه و رشد تعداد شرکت های نوپا و فینتک ها نشان دهنده عزم راسخ و تغییر رویکرد و نگرش به حوزه نوآوری و فناوری این بانک است. به همت مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، فونت فناوری رونمایی شد. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات اعلام کرد فونت اختصاصی وزارت ارتباطات تحت عنوان فناوری رونمایی و آماده بهره برداری شد. سید جمال هادیان با اعلام این خبر گفت طراحی قلم اختصاصی بخشی از پروژه طراحی و اجرای هویت بصری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یکی از مکعب‌های پازل هویت بصری است که به تدریج تکمیل و آماده بهره برداری شده است. وی افزود سازمان‌هایی که دارای اهداف مشخص و چشم‌انداز روشنی هستند حتما برای خود هویت بصری طراحی می‌کنند که یکی از حلقه‌های هویت بصری داشتن یک قلم اختصاصی است. هادیان ادامه داد در مجموع فرایندها و فعالیت‌هایی که برای هویت بصری وزارت ارتباطات با مسئولیت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی انجام شد، از سال گذشته طراحی قلم اختصاصی در دستور کار قرار گرفت. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام اعلام کرد رشد 88% حضور شرکت‌های فناوری اطلاعات در منطقه پیام. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام از استقبال چشمگیر و رشد 88% شرکت‌های حوزه ICT برای فعالیت در این منطقه ویژه خبر داد. نادر ثناگوی مطلق درباره میزان حضور شرکت‌های ICT در منطقه گفت با استقبال چشمگیر شرکت‌ها در حوزه ICT در 8 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه رشد 88% را شاهد هستیم. وی ایجاد تحول دیجیتال را از رویکردهای حوزه ICT در منطقه عنوان کرد. مخصوص برنامه توسعه فعالیت‌های حوزه ICT از مهم‌ترین مأموریت‌های این منطقه است که با توجه به ایجاد بستر لازم و ارائه خدمات نوآورانه بر پایه فناوری اطلاعات در تلاش برای محقق شدن این موضوع هستیم. ثناگو تصریح کرد احداث شهرک آیتی و ICT با همان کوریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد هاب صادراتی و واردات حوزه ICT و توسعه و رونق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از مهمترین برنامه‌های ویژه منطقه اقتصادی پیام برای تبدیل شدن به نخستین منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال در کشور است.